اپلیکیشن این هفته 20 سالگی کلیک. خوش اومدید به کلیک، من نیما اکبرپور هستم. نیایش در دوران فاصله گیری. Good morning everyone. و موسیقی به سبک هوش مصنوعی. خوش اومدید به کلیک، من نیما اکبرپور هستم. 6 آوریل سال 2000 بود که بی بی سی تصمیم گرفت یک برنامه جدید تلویزیونی رو اندازی کنه. قرار بود به موضوع بپردازه که از نظر اغلب رسانه‌ها عجیب و غریب و بلکه هم ترسناک بود: فناوری. خیلی ها فکر میکردن این برنامه یکی دو سال بیشتر دووم نمیاره، اما از اون موقع تا حالا 20 سال گذشته و کلیک همچنان میتازه. تقریبا در میانه این راه 20 ساله بود که تلویزیون بی بی سی فارسی آغاز به کار کرد و ما هم به تیم کلیک ملحق شدیم تا کلیک فارسی رو به دست شما برسونیم. نگاهی بندازیم به کلیک در گذر زمان. سال 2000 بود که برای بچه کلیک هر وسیله جدیدی رو که به دستشون میرسید امتحان میکردن. گوشی ها رو از ارتفاع برد میکردن، توضیح میدادن که چطور میشه عکس ها رو از دوربین دیجیتالی منتقل کرد به کامپیوتر، یا پلی استیشن 2 رو معرفی میکردن، اونم انگار که دارن پشت وانت فیلم میگیرن. آغاز هزاره جدید و آخرین کامپیوترهای جی بی، فناوری هایی که به صنعت مد اومدن، آهنگسازی به کمک کامپیوتر و گوش کردنش با چیزی که حال هرچی، و ذخیره کردنش روی SD کارتی با ظرفیت شگفت‌انگیز 64 مگابایت. You slot the little card in, you stick the headphones on, and you're away. You're free to jog, do whatever you want. و البته آموزش عبور از اینترنت دایلاب و ورود به دنیای پهنباند. از همون سال 2001 بود که کره‌ای‌ها خوره بازی‌های آنلاین بودن و ژاپنی‌های خجالتی که با دخترهای کامپیوتری چت می‌کردن. خرید آنلاین خونه 140,000 پوند، بی خیال امروز باشه زیر پلن بد نمیدن. و جهان سبودی با لباس های جینگل پینگل و پالتوی پنگوانی. همین موقع بود که آیپاد اپل به بازار اومد و اون دهر رو به نام خودش زد. میرسیم به سال 2002 که موج ربات ها رسید و ورود 3G و ادی که با سیخ دنبال وایفای رایگان میگشتن و هر جا که پیداش میکردن با گچ توی پیاده رو میمشتن که بقیه هم حالشو ببرن. DVD نرم افزارهای قفل شکسته در هنگ کنگ و سوپر کامپیوترها هم یادگار سال 2002 بود. در سال 2003 روش تازه‌ای برای اندازه‌گیری سایز و دوخت لباس نشون داده شد. اون موقع برای اوقات فراغت وبسایت ها و برنامه های به درد بخور در کلیک معرفی می شد. You can even get interactive and play the pan pipes using your mouse. Thank you, Seth. Thank you, partners. سال 2004 اوج حکمرانی گوشی های نوکیا بود. در کل دنیا از هر 3 نفر یه نفر نوکیا داشت. آدم فکر کرد که هیچ کس جلودار این شرکت نیست و تا ابد موبایل تولید خواهد کرد. و حالا دیگه انگار میشد با استفاده از فناوری تقاضای ازدواج کرد. در سال 2005 تلویزیون به گوشی ها اومد. روستاهای هندی کم کم به اینترنت وصل شدن تا به محتوای آموزشی و بهداشتی دست پیدا کنند و این بهترین گوشی همراهی بود که دیده میشد. و کم کم عوارض همگیر شدن ابزارهای فناورانه آشکار شدند. منظورم خطر مواد سمی مثل کادمیوم و سربه، اونم هنگام بازیافت بردهای الکترونیکی در هند. و این هم آغوش باز و بدون ترس ژاپنیا برای آخرین فناوری های دنیا در سال 2005. و اما در سال 2006 از پنجره کلیک می شد ابرقدرت نوظهور فناوری اون زمان و این زمان یعنی چین رو دید. از کاغذ الکترونیک یا ای پیپر گفتیم که از دلش کیندل بیرون اومد. و دورانی رو مرور کردیم که همه سعی می‌کردن گوشی هوشمند بسازن،
از جمله این گوشی با نمایشگر لمسی که چندان از آیفونی که بعداً سر و کلش پیدا شد دور نیست. سال 2007 در آفریقا دوربین ها در حیات وحش امتحان شدند و البته اینترنت پرسرعت ماهواره‌ای در اعماق بیابون های نامیبیا. جدال های قانونی سر وبسایت هایی چون پایرت بی و دانلود غیرقانونی محتوای سرگرم کننده، نبرد DVD و بلوری که به برنده شدن استریمینگ انجامید، لوازم خانگی عجیب و غریب در سان فرانسیسکو و شرکت کوچیکی به نام تسلا که چیزی ساخته بود که برق از سر میپروند و 5 سال بعد به تولید اولین خودروی برقی این شرکت انجامید و بازار رو تکون داد. این ضبط زنده حرکات با یک لباس تنگ که منجر به تحولی در دنیای فیلم سازی شد و گوشی آیفونی که هم دنیا و هم جیب اپل رو حسابی ترکوند. سال 2008 بقیه تولید کنندگان موبایل سعی کردند به اپل برسند. از در و دیوار تاچ اسکرین میبارید. اینترنت موبایل هم داشت راه میافتاد، ولی کی باور میکرد اپل سر اون همه غول موبایل ساز رو بکنه زیر آب. And Nokia, which sells more phones in 1 week than Apple does in a year, will have its own touch screen rival by December. هرچه وقتی بیشتری روی اینترنت صرف میکردیم، رد پای دیجیتالمون هم طولانی تر میشد. گفتیم هر کی بتونه یک اپلیکیشن برای فیسبوک بمیسه میتونه از اطلاعاتمون استفاده کنه. اما سال 2009 که سالی شلوغ بود. اول از همه کلیک فارسی به تیم کلیک پیوست. آیا این آینده بازی‌های ویدئویی؟ بعد یک باتنت خریدیم و واقعیت افزودم که به واقعیت پیوست. اینترنت خونگی اونقدر تند شده بود که آدم نمیدونست باید باش چی کار کنه. البته نه در همه جای دنیا. بعد یهو تلویزیون هوشمند اومد و جواب سوال قبلی معلوم شد. همه کار. سر و کله تلویزیون های سه‌بعدی با عینک های عجیبشون پیدا شد که در نهایت جواب نداد. و پای اسپاتیفای به دنیای پخش موسیقی باز شد که در نهایت خیلی هم جواب داد. اپلیکیشن سال 2010 که دهه جدیدی شروع شد، همون اول یه سر به فناوری های موجود در دبی زدیم. دبی. در قلب صحرا اسکی کردیم. البته همه جای دبی هم گرم و داغ نیست. یه جایی مثل این پیست اسکی مصنوعی حسابی سرده. حالا تا وقتی که من دارم برف نوردی میکنم، شما برید وب نوردی کنید. ما شاهد سر و صدای بزرگ اپل بودیم که این بار با آیپد میدونداری کرد. اما سال بعدش مردی که این شرکت رو از هیچ به قله فناوری رسونده بود فوت کرد. استیو جابز، بزرگترین ستاره دنیای فناوری در اون دوران. اون سال پر بود از ربات‌های ارزون و البته تلویزیون‌های هولوگرافیک و کلاهی که بر سر رفت تا بشه باهاش روی گوشی هوشمند تماشا کرد. و البته ماده‌ای به اسم گرافین که هم میشه پوشیدش و هم رنگش رو عوض کرد. 2012 سالی بود که دولت هند کارت شناسایی جدیدش رو رونمایی کرد. همون موقع هم کشاورزاشون محصول رو با پیامک آبیاری میکردند. اون سال کنیا هم رفتیم. قلاده فیل دیدیم و پمپ آب هوشمند. اگه یادتون باشه سال 2012 هنوز نمیشد با گوشی فیلم ساخت. به هیچ وجه. در نتیجه ما یکی ساختیم. با جلوه های ویژه. سال 2013 سال چاپ سه‌بعدی چیزهای عجیب و غریب بود. از جمله بعضی قطعات هواپیما و کاوشگرهای فضایی. بانک خون یخ‌زده در ایسلند و شرکت دیکود ژنتیک که از پیشتازان پژوهش درباره این پرسش که چرا بعضی از ما بعضی بیماری ها رو میگیریم یا نمیگیریم. سال 2014 با این دامن موبایلی شروع شد. سری به افغانستان زدیم تا ببینیم از فناوری چه استفاده هایی میکنند. خوش اومدید به کلیک. من نیما اکبرپور هستم و خوش اومدید به کابل.
استرالیا دیدیم که چجوری زباله های فضایی رو با لیزر میارن پایین. رفتار آتش در مراتع رو بررسی کردیم که به مسئولان برای پیشبینی و تخلیه مردم کمک میکرد. در ژاپن اولین فرستنده 5G رو از نزدیک دیدیم که اون موقع توی جیب جا نمیشد. و روی هوا نقاشی کشیدیم. سال 2014 از زمین و آسمون پهپاد میبارید. و اولین خودروهای خودران رو دیدیم که از پس چهارراه‌ها برمی اومدن. اما سال 2015 در کره جنوبی رباتی دیدیم که عروس دریایی شکار میکرد. ایده های معرکه‌ای در دانشگاه MIT در بوستون دیدیم و در کنگره جهانی موبایل در بارسلون یک برنامه کامل کلیک رو فقط با گوشی ساختیم. البته الان همه این کار رو انجام میدن. ژاپن هم که طبق معمول عالی بود، پر از گربه های مصنوعی و ربات های پینگ پونگ باز. 2016 اومد و ما به دیدار برخوردنده ی هادرونی بزرگ رفتیم و برای اولین بار در تاریخ تلویزیون یک برنامه کامل به شکل 360 درجه ساختیم. ماجراهای الهام بخش زیادی دیدیم، اما مسابقات سایبتلون در سوئیس یک چیز دیگه بود. تلاش ربات سازها و معلولانی که دست در دست هم کاری کردند که ناتوانی جسمی بی‌معنا بشه. در سال 2017 بو بردیم که خبرهاییه. اخبار جعلی تازه افتاده بود سر زبون ها. شاهد حمله ربات ها به قلعه‌مون بودیم. سفرها و فناوری های فضایی و اکتشافات منظومه خورشیدی رو دیدیم. و بعد دیداری داشتیم از فوکوشیما و راکتور هسته‌ای که توش ربات ها مشغول پاکسازی رادیواکتیو ذوب شده بودند. البته شهر متروکی که متاسفانه بیشباهت به زندگی این روزهای کرونایی نیست. سال 2018 رفتیم سراغ یکی از ده ها فناوری سبز و مزرعه خورشیدی شناور در نروژ رو بهتون نشون دادیم که میشد روش قدم زد. سرسره بازی آبی با واقعیت مجازی بر چشم و بررسی جتسکی و هاوربورد. بعد از اون بزرگترین استودیوی پرده سبز دنیا رو دیدیم و فناوری جعل عمیق رو که باعث میشه آدم دیگه به چشم خودش هم اعتماد نکنه. و در نهایت این سرزمین عجایب ژاپنی که فوق‌العاده بود. در سال 2019 درست 50 سال بعد از وقتی که انسان پا به ماه گذاشت، صدامون رو به ماه رسوندیم و سفینه‌هایی رو دیدیم که قراره در آینده آدم‌ها رو به فضا ببرند و خودروهایی که قراره روی کرات دیگه حرکت کنند. به سراغ یکی رفتیم که هک کردن وسایل بخش عمده زندگیش بود و کلی کارهای دیگه که باعث شد عجیب‌ترین و کودکانه‌ترین آرزوهامون رو زندگی کنیم. کی میگه خوره های کامپیوتر نمیتونن فوتبال بازی کنن؟ چه خاطراتی که از این برنامه برای ما باقی نمونده. توی 20 سال اخیر دنیا خیلی تغییر کرده، به خصوص در حوزه فناوری سرعت این تغییر دوچندان بوده. کلیک فارسی هم در شرایط مختلف عجیب و غریب و دشوار به تولید ادامه داده، به خصوص الان که به خاطر کرونا و کووید-19 ما در قرنطینه هستیم و برنامه ها رو از خونه ضبط میکنیم. امیدوارم که همچنان پیشتاز باشیم و به جلو بریم. این هفته در سوئد ربات هایی برای گرفتن دمای بدن مراجعان در اتاق های انتظار درست شدن. شرکت چینی یونیتری از یک سگ ربات چهارپای جدید رونمایی کرد و اتاقکی برای ضد عفونی تمام بدن در فرودگاه هنگ کنگ آزمایش شد. در این اتاقک که با لایه‌ای ضد میکروب پوشیده شده، برای 40 ثانیه همه بدن مسافرین رو با اسپری ضد عفونی می‌کنند. این هفته همینطور یکی از مهندسین و معاونین ارشد آمازون به خاطر ادعاهای مربوط به شرایط کاری ناایمن در کارخانه‌های آمازون استعفا داد.
قرار راهروهایی برای عبور و مرور پهپادها در نواحی دور از دسترس بریتانیا درست بشه. نهاد هوانوردی غیر نظامی بریتانیا گفته هدفش فراهم کردن امکان تحویل مواد ضروری بدون تماس مستقیم با افراده. با تسهیل قوانین پرواز، هدایت کنندگان پهپاد میتونن اونا رو بدون محدودیت‌های رایج در این مناطق امن به پرواز در بیارن. ناسا گفته قصد داره با تام کروز فیلمی در ایستگاه فضایی بین المللی بسازه تا الهام بخش نسل جدیدی از دانشمندان و مهندسان بشه. البته معلوم نیست آیا خود تام کروز هم قراره به فضا بره یا نه. و در آخر اتحادیه اروپا و فروشگاه زنجیره‌ای اوکادو روی یک ربات تازه به اسم سکندز هندز یا دست‌های دوم سرمایه گذاری کردن. هدف از ساخت این ربات که کنسرسیومی از چند دانشگاه روش کار می‌کنن دستیاری رسوندن به کارگران اعلام شده. دین و مذهب برای خیلی ها مایه آرامش روحیه، اما الان به خاطر کرونا خیلی از مردم نمیتونن مثل گذشته دور هم جمع بشن و نیایش کنند. بنابراین رهبران مذهبی باید راهکارهای جدیدی پیدا کنند. مثلا در مصر این مدت به جای اذان به مردم پیام میدادن که توی خونه نماز بخونن. یا عید پسای کلیمیا که چند وقت پیش بود امسال با همیشه فرق داشت. رابی مندل کوهن سعی کرده در این مدت آنلاین با جامعه کلیمی در ارتباط باشه. چند تا ویدیو درست کرده تحت عنوان در کنیسه چه کار میکنند. اینجا هم داره توضیح میده میز صدر پسح رو چجوری میچینند. امسال مراسم عید پاک مسیحا هم با همیشه فرق داشت. سوفیا اسمیت گالر گزارشی در مورد مذاهب و اینکه اونا چطور با این مسئله کرونا کنار اومدند تهیه کرده. از وقتی گرد همایی ممنوع شده، مذهبی ها هم ناگزیر نیایش جمعی رو متوقف کردن. بسته شدن کلیساها باعث شده خلاقیت خیلی ها شکوفا شه. بعضی ها هم به پخش اینترنتی زنده رو آوردن. کلیسای سنت جیمز در ساسکس گاردنز لندن یکی از کلیساهایی که رفته سراغ اینترنت. Good morning everyone. This is terribly exciting. ما قصد داشتیم هر طور شده عبادت رو تعطیل نکنیم. در نتیجه باید به شیوه های جدید و غیر منتظره رو می آوردیم. وقتی بحران کرونا شروع شد، برنامه های کلیسا رو زنده روی فیسبوک پخش کردن، ولی کار به اینجا ختم نشد. ما در این کلیسا خانواده زیاد داریم، بچه هم زیاد داریم. بنابراین می‌خواستیم برای اونها هم برنامه‌ای داشته باشیم. آرومشون کنیم، تشویقشون کنیم به دینداری و تقویت اعتقاداتشون. خلاصه اینجوری شد که یک شنبه ها مدرسه مجازی راه انداختیم. هر یک شنبه یه دفترچه اینترنتی میفرستیم که خوندنی‌های اون روز و مطالب عقیدتی دیگه توشه. همینطور فعالیت‌های متفرقه که خانواده‌ها کلش رو دانلود می‌کنن. This week we made a cross for Easter. For Palm Sunday. For Palm Sunday. Mm-hmm. And then about 2 weeks ago we made this Virgin Mary. Yeah, it's been a lovely way to maintain continuity now that normal life has been, there's a bit of a hiatus in normal life, and it's been a lovely way to sort of maintain a sense of normalcy. مراجعه به منابع اینترنتی زیاد شده. مثلا سایت achurchnearyou.com که کلیساهای نزدیک هر کاربر رو بهش نشون میده، توی این چند هفته یکی از مهمترین منابع ما بوده. الان بیش از 3000 پخش زنده اینترنتی روی این سایت فهرست شده. من خودم به عنوان کسی که مرتب کلیسا میره، لحظه شماری میکنم که دوباره یک شنبه بیاد که بتونم برم کلیسا و خانواده و عزیزان و دوستانم رو برای اولین بار ببینم. حرفش رو میزنم احساساتی میشم. بیشک همه این واکنش های دیجیتال به بحران کرونا ارتباط دینداران با دینشون رو روی اینترنت تغییر داده. ولی باید دید بعد از اینکه بحران تموم شه آیا این ادامه پیدا میکنه یا برمیگرده به حالت قبل. موسیقی صرفاً یک سری نوت نیست که کنار هم چیده شده باشه. سراسر خلاقیت و احساسه، از اون چیزایی که آدم فکر میکنه فقط بشر قادره که اون رو بسازه.
اما شاید این تصور دیگه چندان درست نباشه. در کشورهای مختلف موسیقیدانهایی رو دیدیم که با کامپیوتر آهنگ میسازن. اول از همه رفتیم خونه ایماجن هیپ. اون خیلی از آهنگای معروفش مثل موسیقی نمایش هری پاتر رو همینجا ساخته و حالا از همین فضا برای یه کار کمی متفاوت استفاده میکنه. همکارش در این کار جدیدی که پژوهشگر هوش مصنوعی به نام تام کالینز. بسیاری از بخش‌های این کار تجربی منتشر نشده رو الگوریتم هوش مصنوعی تام کالینز ساخته. ما مثل سایه پشت سایه ایم. فکر کنم دیگه پشت همه چیز هوش مصنوعیه. ولی جدی خیلی خوشم اومده. از این چالش که این با کارهای دیگه فرق میکنه خوشم میاد. یه قطعه ساخته که من هرگز نمینوشتم. برای اینکه ترکیبایی میسازه که من هیچ وقت نمیسازم. برای همین هی باید میگفتم حالا اینو چی کار کنم؟ از این چجوری به این برسم؟ همون کاری رو میکنه که من امیدوار بودم بکنه. همون کاری که به نظرم هوش مصنوعی برای موسیقی و موسیقیدان‌ها خواهد کرد که حولشون بده به یه سطح بالاتر خلاقیت. البته این آهنگ هنوز تموم نشده و ایموجن هم تنها آهنگسازی نیست که با تام کار میکنه. این آهنگ رو تام و خانواده‌اش اجرا کردن ولی سازندش عمدتاً هوش مصنوعی بود. تام امیدواره این آهنگش اولی مسابقه یوروویژن هوش مصنوعی رو ببره. بله، درست شنیدید. یوروویژن اصلی امسال به خاطر کرونا لغو شد. ولی رقابت هوش مصنوعی ها همچنان برقراره. بازم جای شکرش باقیه. رقابت آهنگ‌های هوش مصنوعی به طور خلاصه مسابقه کامپیوتر هاست. تیم‌های مختلف از سراسر اروپا و استرالیا سعی می‌کنند با کمک هوش مصنوعی برای یوروویژن آهنگ بسازند. گروه داداباتس یکی از این گروه هاست که به خاطر پخش زنده اینترنتی 24 ساعته معروف شده. سبک کارشون دث متاله، یعنی یه همچین چیزی. اگه اهل اینجور موسیقی نیستید، ممکنه از آهنگی که برای یوروویژن هوش مصنوعی ساختن خوشتون بیاد. همینی که داره پخش میشه. اول میخواستیم آهنگ 100% کار هوش مصنوعی باشه. همه آهنگ‌هایی که از آلمان رفتن به یوروویژن رو دادیم به الگوریتم. ولی چیزی که ساخت واقعاً قابل پخش نبود. به همین خاطر ولش کردیم. گفتیم مثل بقیه تهیه کننده‌های موسیقی ازش به عنوان ابزار بهبود کارمون استفاده می‌کنیم. اینم یکی دیگه از آهنگ‌های یوروویژن هوش مصنوعی به اسم بیا بریم اونجا. یک کار سوئدی. عملکرد همه الگوریتم‌های یادگیری ماشین که ما تا حالا دیدیم به کیفیت و کمیت داده‌ای که بهشون میدی بستگی داره. هدف نهایی اینه که انقدر موسیقی بدن به الگوریتم گوش کنه تا اسلوب‌های بنیادین قطعات موسیقی رو یاد بگیره. ما یه حجم عظیم اطلاعات دادیم به شبکه عصبی. کار این شبکه اینه که اسلوب‌ها رو استخراج کنه و به مرور نغمه‌هایی بسازه که توی داده‌هایی که ما بهش دادیم نباشه و کاملاً تازه باشه. مثل همیشه پرسش اینه که آیا با پیشرفت هوش مصنوعی موقعیت آهنگسازها به خطر میافته؟ برای پاسخ رفتیم سراغ اد نیوتون رکس که از داورهای مسابقه است. شاید بشه گفت که کلن مردم خوششون نمیاد فکر کنن هوش مصنوعی هم میتونه خلاقیت موسیقیایی داشته باشه و کاملا قابل درک هم هست. منتها حرف ما اینه که اساساً هدف آهنگسازی با هوش مصنوعی نباید این باشه. هدف باید ساختن ابزاری برای موسیقیدان‌ها باشه، چیزی که ازش الهام بگیرن یا فکرهای جدیدی برای آهنگسازی به سرشون بیفته. بعد اون فکر رو بدن به هوش مصنوعی ببینن باهاش چی کار میکنه. این رقابت اسمش هوش مصنوعیه، ولی واقعیت اینه که آدم‌ها در این فرایند غیر قابل جایگزینین. باید دید در آینده همچنان غیر قابل جایگزینی خواهند بود یا نه.
خب به پایان برنامه هفته کلیک رسیدیم. تکرار این برنامه رو در وبسایت ما ببینید به نشونی bbcpersian.com/click یا از طریق یوتیوب BBC فارسی تماشاش کنید. اونجا یک لیستی به نام کلیک هست که برنامه قبلی ما اونجا در دسترس هستن. اگر چیزی رو از دست داده باشید اونجا پیدا میشه. با ما در تماس باشید از راه ایمیل persianclick@bbc.co.uk یا از طریق توییتر با شناسی @persianclick. ممنون از همراهی شما. تا برنامه بعد، بدرود و خدا نگهدار.